صبح زیبایتان بخیر شما بیننده برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا با طور زنده هستین و همه شما عزیزان را خوش آمدید میگم به ساعت سام برنامه در این ساعت هم داشته های خیلی جالب و جذاب داریم که تقدیمتان میکنیم بس خدا کنه که ما را تنها نگذارین و لحظات خوب و خوش را در کنار برنامه خودتان صبح و زندگی تجربه بکنین حضرت محمد صلی الله علیه و سلام پیامبر بزرگ اسلام میفرمایند وقتی که اشخاص به خواستگاری دختران شما آمدند بر آنها دختر بدهید و در کنار آنها یک جا منتظر حوادث نباشید در این قسمت از برنامه هم می خواهیم روی موضوعی مهم صحبت بکنیم مصارف گزاف عروسی در افغانستان ای که چرا تعداد زیاد از خانواده هستند که همیشه خانه مصارف گذاف و بیرویه در محافظ عروسیشان هستند و چه عوامل سبب میشه که پسر و دختر نتانند که در مدت کوتاه با هم ازدواج بکنن و سالهای زیاد پسر باید زحمت بکشه تا پول بیشتر حاصل بکنه و بالاخره بتونه که عروسی بکنه در قسمت از برنامه هم خوشبختانه بانو صالح رحین فعال حقوق زن با ما هستند بسیار خوش آمدین بخیر بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و نهایت و تمام بینندگان عزیز که از طریق تلویزیون شما ما تماشا میکنند سلامت باشین خوشحال هستیم از اینکه شما را در برنامه با خود داریم قبل از اینکه روی عوامل مشخص مصارف غذا فروسی صحبت بکنین خوب است که در مورد اهمیت عروسی و جایگاه عروسی در دین مقدس اسلام بگوین که بخصوص پیامبر بزرگ اسلام حضرت ما صلی الله علیه و سلم چه جایگاه را به کسایی که با هم ازدواج میکنند و زندگی مشترک را با هم آغاز میکنند تعیین کرد بسیار خوب وقتی بحث ازدواج در نظر می گیریم خود ازدواج یک پیوند و یا یک رابطه قانونی، شریف اجتماعی است که باعث میگرده خود مرد و زن با در قرار گرفتن در عقد ازدواج باعث میشه که در تشکیل خانواده باشند به صورت مشروط چون اینجا قید میگذاره کلمه مشروط به این معنی است که زن و مرد میتونن در کنار همدیگر زمان یک پیوند سالم داشته باشن که اینا بعد عقد ازدواج همدیگر قرار بیاد و این عقد ازدواج باعث میشه که تشکیل فامیل نقش بده و وقتی تشکیل فامیل نقش در مرحله بعدی چیزی که اساس و بنیاده باعث میشه که در ساختار بشر بشر در جامعه نقش اساسی داشته باشن اهمیت ازدواج بدین من است که وقتی دو فرد یعنی خانم و همچنان یک آقا وقتی در کنار هم دیگر قرار میگیرن باعث میشه تشکیل فامیل بدن در بود ازدواج چیزی که اهمیت داره دو مسئله اساسی یکی تشکیل فامیل و بقای نسل است و دوم ای که سالم بودن افراد در پرتو ازدواج باشه بدین معنی که وقتی ازدواج صورت میگیره افراد از نگاه تمام انواع و اقسام و تمام آلاتی که در جامعه انسانی وجود داره و همچنان میتونه که در خطر باشن در حز از لحاظ اخلاقی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حتی در تمام موارد از لحاظ فرهنگی خانم و یا پسری که در داخل یک جامعه میتونه به مشکل برا برابر گردن در بوده ازدواج اینا محفوظ نمونه مهمترین عاملی که باعث میشه و یا مهمترین ویژگی که خود ازدواج داره اینمی محفوظ بودن افراد در در بود از بشه بسیار اسلام تاکید ویژه‌ای روی ازدواج داده به دلیل که اولین رابطه ای که میتونه یک عقد و میتونه یک رابطه سالم باشه و میتونه یک رابطه قید سالم بودن برو بگذاره مسئله ازدواج است بدین معنی است که میتونه تمام روابط ریجاد کنه چون اینمی مرحله اول است که ما میتونیم نسل بشر رو یک نسل بسیار مثبت پرورش بدیم میتونیم یک تربیه یک نسل بسیار خوب در آینده داشته باشیم بران اگر ازدواج سالم باشه بران اگر ازدواج بر مبنای رضایت طرفین باشه و شرایط ارکان و تمام مکلفیت های ازدواجی که بر مبنای مقدس اسلام و همچنان سنت نبی بر او تاکید شده پیش بره در, در, نتیجه باعث میشه که ما یک فامیل سالمی داشته باشیم و فامیل سالم اولین قام اقدامی که میکنه و اولین گام از اینا در قسمت تربیت والدینشان در تربیت فرزندانشان است به دلیل از اینکه ما گفتیم همیشه و هم واره تاکید ما بر این بوده که والدین به عنوان الگوهای رفتاری هستند این الگوهای رفتاری نیاز دارن که خودشان باید تمام اونم نقاط منفی و همون نقاطی که میتونه همیشه باعث زجر باشه همیشه میتونه باعث انزجار اطفال در زندگی بشر از بین ببرن اولین گام گام ازدواج است بنان پیامبر بزرگوار تاکید فراوانی داشته و انوار تاکید داشته که شما میتونید در بود ازدواج حقوق طرفین باید در نظر بگیرید بدین معنی که برای خانم ها کاملا حق داده شده که حق اظهار نظر دارن به این معنی است که در انتخاب معموم هم سفر خود و در انتخاب شریک خود در زندگی حقی دارن که باید به صورت آزادانه ابراز نظر کنند و اینکه میخواین یا نمیخواین حتی یکی از دختران صاحب نزد پیامبر بزرگوار آمد که یا پیامبر پدرم به پسر کاکایم در عقد نکاح در آورد و من از این حق نکا راضی نیستم پیامبر بزرگوار پدر آن دختر را خواستن و گفتن که این حق در فسق کو به دلیل که دختر تو راضی نیست در این انگام آن دختر گفت من راضی هستم و فقط میخواستم اینمی حق خدا میخواستم اینمی وجود خدا و میخواستم اینمی موجودیت خدا در امی عقد با ارزش من ثابت بسازم که من چه اهمیتی دارم آیا نظر من هم در اینجا قابل قدر است یا قابل قدر نیست به اساس بود که او عقد قبول کرد و با هم دیگر ازدواج کردند بسیار خوب موارد بسیار مهم و اساسی شما بیان کردین در رابطه با اهمیت و جایگاه ازدواج کردن در دین مقدس اسلام ولی اگر نگاه بندازیم به دین مقدس اسلام میبینیم که پیامبر بزرگ اسلام هم همیشه تاکید کردن برای که مصارف کم در ازدواج صورت بگیره و هر قدر که ازدواج با مصارف کم صورت بگیره اما قدر ازدواجشان به صورت بسیار خوب و از لحاظ اسلامی به طریق بسیار درستش میتونه که صورت بگیره ولی متاسفانه میبینیم که در افغانستان تعداد زیاد از خانواده هستند که همیشه دوست دارن مصارف بسیار گزاف را در محافل عروسیشان خرج بکنن میشه در مورد عوامل مشخصش صحبت بکنین که عوامل مشخصش کدام ها هستند و چرا بیشتر مردم چشم و همچشمی در بین هم دارند می خوام حرف خود با حدیث پیامبر بزرگوار آغاز کنم پیامبر بزرگوار و بزرگوار می که بهترین عروسی در نزد او عروسی که کمترین مصرف در او صورت گرفته باشد اما متاسفانه امروز ما دوچار این مسائل هستیم که مصارف بسیار گذاف در عروسی ها میشه وقتی فامیل پسر به خواستگاری دختر میره اولین مسئله ای که از طرف فامیل دختر ابراز میشه بحث مالی است بدون اینکه حتی بیان اینا ببینن که در ازدواج مسائل دیگری هم مهمتر از این مسئله است دو مسئله اساسی که باید فامیل ها به خصوص فامیل دختر در بود ازدواج در نظر بگیرن یکی بحث مهر دختر است و دیگه که میتونیم بحث امکف بودن طرفین است امکف بودن طرفین به این است که باید اینا از اقتصادی از لحاظ اجتماعی از لحاظ جمال کمال ثروت از تمام مواردی که میتونه نقش اساسی در تعیین زندگی از اینا داشته باشه اینا همکفه باشن برابر باشن, برابر باشن، بلندی مستن. و یا پستی نداشته باشن که مثلا یک طرف از یک لحاظ بلندی باشه از یک لحاظ پستی داشته باشه حتی تاکید دین مقدس اسلام این است که باید از لحاظ باورها و عقاید اسلامی خود و باورها و عقاید دینی خود اینها باید هم باشند. چون اگر متفاوت باشند، بنا باعث میشه که سازهای مخالف در زندگی بیاندازن دقیقی. چون هر انسان آزاد به دنیا اومده هر انسان دارای عقیده آزادی است و نمیتونه تحت سلطه دیگر قرار بگیره به اساس باعث میشه که در تقابل هم دیگر قرار بگیرن و از مو مراحل ابتدایی زندگی خود دچار مشکلات شد اما متاسفانه اینو دو مساله خیلی کمتر در افغانستان در نظر گرفته میشه چیزی که قابل بحث است این است که عوامل متعدد میتونه پیرامون این مسائل مصارف گزاف در پرتو از اینا قرار بگیره یکی اینه که خود این مردم عدم آگاهی از این از مفاهیم اسلامی است که بیشتر گفتم وقتی نمیفهمن که با چگونه اینمی بود اسلامی بودن قضیه در نظر بگیرن چیزی که واقعا به او امر شدن و چیزی که از او نه شدن او با اجرا کنن ولی برعکس از او چیزی که امر شدن او انجام نمیدن و او چیزی که نه او انجام میدن به بهترین عروسی اونم عروسی است که مصرف کمی داشته باشه اما ما متاسفانه میایم مصارف گزاف آنچنانی انجام میدیم مم. که از حیرت دور است از, از سن قابل بحث قابل باور نیست که بخوایم بیان کنیم باعث از این که طرف مقابل به قرض کردن وادار بسازن و این قرض قرض باعث میشه که وقتی نتونه بپردازه باعث از میشه که مهاجرت کنه در خارج از افغانستان بره و همچنین بتونه در کشورهای دیگر وظیفه اجرا کنه یک مسئله از مسئله دیگر اینمی رقابت ها و همچشمی های ناسالمی که بین افراد وجود داره بدین من است که تمام افراد تمام معنویت یک خانم تمام معنویت اساسی یک زن که در صدر اسلام پیامبر بزرگوار عمل بود به اونها اشرف مخلوقات قرار داد آمدور از زنده به گور شدن نجات داد آمدور دارای میراث قرار داد دارایی که باید تحصیل داشته باشه دارایی که باید زند در زندگی مشترک نقش داشته باشه در ابعاد سیاسی نقش داشته باشه در ابعاد اجتماعی نقش داشته باشه ما میایم با تعیین اینه رقابت ها و یا قرار... این رقابت های ناسالم با خواهش از این میگردیم که تمام این, این معنویت خانم زرب سفر کنیم به این معنی است که تمام اون میفرو در برابر یک مقدار پیسی اون میفروشیم متاسفانه در بسیاری از مناطق افغانستان خصوصا اگر ما بیام در ولایت خود ما بگم در ولایت بادغیس یک رواج ناپسندی که خلاف تمام آیین و مقررات اسلامی و همچنان سنت پیامبر بزرگوار است این است ها. که یک چیزی به نام پیشکش به همون تویانه دارن که با بسیار مصرف و با بسیاری یک قیمت هنگفت تعیین میکنن که امروز تا آخرین لحظه که ما خبر دارم حتی تا دو میلیون افغانی تعیین کردن از دید... از من با این ای از دیدمه با اجازه ای از دید یکی از مواردی است که ما می تانیم بردهداری نقش بدیم به این معنی است که بردهداری مدرن ما رواج دادیم بل. ما میایم یک دختر در مقابل پول میفروشیم و تعریف ما و همچنین برداشت ما از این مسئله میگه مسئله است که دین گفته دین بحث مهریه تعیین کرده مهریه متعلق به خود خانم است بدین معنی است که خانم خود از میتونه او مهریه خور ببخشه میتونه او مهریه خور از شوهر خود بگیره میتونه به شوهر خود ببخشه و یا میتونه از شوهر خود بگیره به اقارب نزدیک خود بده بلی بله ولی متاسفانه تعداد تم... زیاد از خانواده ها هم هستن که گاه اوقات خودشان مهریه که بر دخترشان تعیین شده خودشان از آن خود میکنن پدرها بر خود مهریه شون میگیرن و گاه اوقات هم اتفاق افتاده که یک لیست را خودشان تعیین تعیین میکنن لیست خودشان نوشته میکنن که چه چی چیزایی باید بر دختر ما بیارن مثلا طلا را مقدارش نوشته میکنن پول نوشته میکنن وسایل لوازم خانه که خودشان ضرورت می داشته باشن و گاه اوقات هم پسری که می‌خواد ازدواج بکنه با دختر که انتخاب کرده مجبور است که زیاد وقت خود را صرف بکنه و اینکه تمرین بکنه تلاش بکنه کار بکنه و پول بیشتر حاصل بکنه تا بتونه که مصارف گزاف فارسی که قرار است بپردازه بتونه تمام مصارف را حاصل بکنه و بتونه ازدواج خوب داشته باشه ولی امیدوار به این هستیم که بتونیم ما با این رسم و های ناپسند در افغانستان خاتمه ببخشیم و بتونیم که افکار مردم را تغییر بتیم تا بیشتر مردم ما از دین مقدس اسلام آگاهی خود را بیشتر بسازن و تمامی مواردی که در دین مقدس اسلام گفته شده و پیامبر بزرگ اسلام تاکید کرده بتونیم که در ازدواج های خود در خواستگاری و همچنان در پرداخت تویانه جدا در نظر بگیریم تا بتونیم که خانواده سالم از خود تشکیل بتیم. بله بدون... ادامه صحبت هایت بدون شک چنین و یک از عوامل دیگری که میتونه وجود داشته باشه نمی رس رواج ناپسند است که در جامعه افغانی وجود داره که شما هم بیشتر تاکید داشتین رو از مصارفی که از لحاظ زیورالات میان لیست های دارن لیست که از لحاظ مصرف عروسی دارن لیست که از لحاظ رخت و لباس دارن که اینها از دید من همه از اینا میتونه موارد بی معنی و بی اساس باشه چون در پیشتر هم ما گفتم ذکر کردم امکف بودن مسئله اساسی در بود ازدواج است که باید در این مساله در نظر داشته باشیم که پسر و دختر تا چه اندازه میتونن هم دیگر قبول کنن تا چه اندازه میتونن با هم دیگر یار باشن تا چه اندازه میتونن هم دیگر تحمل و, پز... و پذیرش همدیگر داشته باشن تمام اینی موارد باید ما بیایم خانواده ها در کنار همدیگر دیگر بتونن این مسائل بحث کنن اما متاسفانه فقط خانم ها و یا دختر خانم ها وسیله برای تامین مصارف خود انتخاب کردن من بیشتر روی بلایت خود متمرکز کردم و گفتم متاسفانه اونمون مقدار پیسی که از پیشکش و یا هم تویانه از خود دختر خانم عکس میکنن به خود دختر خانم مصرف نمیکنن در حالی که تاکید اساسی که دین مقدس اسلام گذاشته است روز روی بود مالی بحث ازدواج است چون از طریق ازدواج میتونه خانم ها رو محفوظ بسازه در داخل با. جامعه وقتی مهریه برای خانم تعیین میشه خانم به خود خودی خود باعث میگرده که از لحاظ مالی در داخل جامعه تامین بشه از لحاظ مالی در داخل خانواده خود تامین بشه و یک م... و یک مدرک داشته باشه که بتانه اگر در آینده به نوسانات و یا به مشکلات دوچار شد بتانه خودش تامین معاشیت خود کنه بسار. و ای که نیازی نداشته باشه وارد محیط های گرده که به اون محیط ها مشکل باشه محیط هایی که بتانه حرمت از از بین ببره بسیار خوب تشکر بله سلامت باشین و حالا اگر در مورد پیامت های مصارف گذاف در عروسی ها صحبت بکنین خانواده هایی که بیشتر به این موضوعات اهمیت میتن خانواده هایی که بیشتر تمرکز میکنن بالای مصارف گذاف در عروسی چی پیامت های خطرناک را میتونه که در آینده ایجاد بکنن خصوص به دختر و پسر که با هم استواش کردن اولین پیامدی که میتونه در این قسمت داشته باشه اینمی بحث این است که وقتی فرد نتونه اینمی تمام مصارف را تامین کنه باعث از این میگرده که قرض کنه و این قرض باعث از این میگرده که شخص برای تامین اینمی قرض یا پرداخت قرض خود در وضعیت اقتصادی بعدی که ما در افغانستان داریم دوچار از این گرده که مهاجر شه به کشورهای دیگر و در اونجا مشغول به کار شود کارهای شاقه ای که باعث از این میگرده همون توان از اون نیرو از او و تمام اونمو اون مسائل از اون از بین ببره و به یک مدت اون از زندگی از از او حتی دور بسازه روی اساس یک از, از مشکل از و اساسی ترین و مشکل ترین موضوع این موضوع مهاجرت خود م... پسران و یا آقایان می باشه. مسئله دوم مسئله این است که باعث تنش های خانوادگی میشه وقت مصارف گزاف می پردازن. عروسی هایی که با مصارف گزاف انجام میدن وقت دختر وارد فامیل میشه تمام عقد گشایی ها و تمام عقد کوشی هایی که در این قسمت انجام میشه روی دختر انجام واقعاً، میشه مصرفی که کردن برای کسی دیگری کردن پول به جیب کسی دیگری رفته ولی تمام این می خودکشی یا تمام های جسمی روی رمانی بالای دختر تامین میشه دختر در یک قید خاص قرار میگیره و تمام افراد در یک فامیلی که پسر در اون از بعضی فامیل هستن بر خود این جرأت میدن که باید بالای از ظلم کنن به دلیل اینکه مصرف گزافی بوده و اینا رو یک ضربه زده به جای اینکه باید می اومد باعث یک روشنایی درک فامیل می در فامیل میشد باعث خوشبختی درک فامیل میشد باعث از این میگرد که یک نوع بدبختیار در ایجاد کنه سلامت باشین و در آخر بسیار کوتاه می خوام پیامتون داشته باشم به اه. مردم عزیز ما با به خانواده عزیز به خصوص خانواده که قرار از دخترشان و یا هم پسرشان ازدواج بکنه من پیام این است که بیایم مصارف گزاف از بین ببریم به جای مصارف گزاف ما میتونیم چند مسئله بسیار عمده در بگیریم در سر تا سر افغانستان اگر شما ببینیم بعضی جاها هسته که حتی یک طفل به یک موتاج است و باعث میشه در سر نداشتن نمون قلم ترک تعلیم کنه این بزرگترین ضربه است در بدنه یک جامعه انسانی بیای ما اون تا رو تحت سرپرستی خود قرار بدیم بیایم اونا تحت شهای خود قرار بدیم این می مصارف غذاف ما میتونه برای اون اطفال که ترک تعلیم کردن برو فامیل هایی که بی سرپرست هستند و کاملا دوچار مشکلات هستند تا اغلاق منان ندارن میتونیم آنها رو مورد تامین خود قرار بدیم و همچنان میتونیم بدیل دیگه که این است که فامیل ها میتونن یعنی دختر و پسر خوده به یک کشور یا دو کشور خاص روان کنن ببینن در دنیا چی میگذره در دنیا چی پیشرفت هایی وجود داره و باعث ازی کردن که همو کاملا معلومات از اینا بیشتر شود ولی بیشتر خیلی. و عمدتر میتونن در بود معارف ما کارهای داشته سلامت باشین یک جان تشکر از حضورتون در برنامه صاحب زندگی از یک مورد بسیار مهم اساسی را در مورد مصارف غذا فروسی همراه ما بیننده عزیز شریک کردین وقت خوش بردار